بسم الله الرحمن الرحیم. با معرف رشته هوافضا در خدمت شما هستیم. خب بنده رو که همه میشناسید سیدنده رو زمین نصب هستم و اسم این رشته حالا لاتینش و اون اصلیش هم ایروسپیس انجینیرینگ. رشته هوافضا چه رشته ایه؟ من خیلی فکر کردم که چه شکلی میشه این رشته رو معرفی کرد واسه بچه ها که همه نکات مربوط بهش رو گفت. به ذهنم آمد که زیرگروه های این رشته رو بهتون معرفی بکنم یا گرایش هاشون. این رشته بین 5 تا 6 تا گرایش داره توی دانشگاه که اگر شما گرایش های این رو بدونید احتمالا میتونید حدس بزنید که آیا به این رشته علاقمند هستید یا نه. هرچند که این گرایش ها توی لیسانس هیچ کاربردی نداره، یعنی شما مهندسی هوافضا رو انتخاب میکنید و توی لیسانس گرایشی از شما نمیخوان، به خاطر اینکه باید همه این مهارت ها رو بلد باشید. توی ادامه بهتون میگم. اما توی فوق لیسانس ها دکترا که تخصصی تره، شما حتما دیگه باید گرایش خودتون رو مشخص بکنید و نمیتونید بگید من یک کارشناس ارشد هوافضا بپرسن چه گرایشی. اما توی لیسانس به این صورت نیست میشه. حالا هوافضا یعنی چی؟ ببینید، این علمیه که هر چیزی که روی زمین یا روی هوا پرواز بکنه، روی هوا یا روی فضا پرواز بکنه رو بررسی بکنه. پس رشته یا علمی که به بررسی طراحی و ساخت وسایل پرنده در هوا و فضا می‌پردازه، که هوا ایر، فضا اسپیس، مثلا همین شده ایر اسپیس. حالا هوا یعنی چی؟ یعنی هواپیما و اون چیزی که داخل جو زمین پرواز می‌کنه. فضا یعنی چی؟ فضا یعنی اون چیزی که خارج از جو زمین پرواز میکنه. یعنی چی اون چیزی که خارج از جو زمین پرواز میکنه؟ طبق اون استانداردی که جو رو میگن اون بود مثلا چند کیلومتر بالاتر از زمینه و احاطه کرده دور زمین رو، که یه چیزایی هنوز از جاذبه و اثراتی که اونجا هنوز دخیل هستش، اونو بهش میگن هواپیما. خارج از اون رو هر چیزی که پرواز میکنه بهش میگن فضا. خب هواپیما معلومه دیگه، همین چیزی که شما سوارش میشید میره کشورهای خارجی و مشهد و شمال و جاهای دیگه، UAV هستش دیگه، همین پهپادهایی که دارن پرواز میکنن اینا جز هواپیماها محسوب میشن. و فضاپیما معلومه دیگه، مثل شاتل و فضاپیماها و چیزهای دیگه که جو رو میشکنن و خارج از جو پرواز میکنن رو بهش میگن فضاپیما. گفتیم که آیا این رشته گرایش های مختلفی داره، که ابتدای عرایز هم گفتم که قراره این گرایش ها رو اصلا بهتون بگم و بعد تو انتهای اسلاید ها یه جنبندی کلی داشته باشیم. گرایش های مختلف این رشته آیرودینامیک، پیشرانش، مکانیک پرواز و کنترل، سازه های هوایی و مهندسی فضایی. این رشته مخلوطی از همه این 5 زیر مجموعه‌ای که بهتون گفتم، که تک تک دروسی که باید تو هر کدوم از اینها بگذرونید و توی اسلایده بعدی واسه تون آوردم و توضیح میدم که هر کدوم از این دروسی که توی دانشگاه شما قراره که بگذرونید تو چه زمینه ای بحث میکنه. حالا سعی کردم یه چند تا شکلم بیارم. اما توی لیسانس شما چیزی که میخونید قطعا شالوده ای از همه اینهاست، به استثنای یک کوچولو مهندسی فضایی که اون مهندسی فضاییه بهتون میگم چرا به صورت یک درس اختیاری فقط نمایش داده شده. آیرودینامیک. ببینید، من اگه بخوام خیلی خلاصه بگم، آیرودینامیک رو بهش میگن علم طبیعت. چون هر چیزی که در طبیعت داره حرکت میکنه در ریگ آیرودینامیکه. و انسان با استفاده از طبیعت، با استفاده خالص از طبیعت تونست اینو رو مدل بکنه. به اون ماشینه نگاه بکنید، اصلا در اینطور هوا میکنه. به این ماشینه نگاه بکنید. اینی که چه رژیم جریانی وقتی این ماشین داره حرکت میکنه حولش هست و این نیروی مقاومت مصرف سوخت رو بالا میبره، یا اینی که این سازه باید تقویت بشه که نشکنه، تاب برق نداره، اینو به آیرودینامیک تعیین میکنه. اگر دقت کنید، یا این اسلاید رو نمیدونم میتونید بزرگش بکنید یا نه، نگاه کنید انتهای این ماشین یه زایده ای گذاشتن که توی اکثر ماشین های مسابقه ای هست، که البته الان یکم پیشرفته تر شده، در یه سیستم دیگه ای دادن استفاده میکنن. چرا همچین اتفاقی میفته؟ کی میتونه بگه؟ حالا نمیخوام خیلی جلسه پرسش و پاسخش، اما یک کوچولو بهش فکر بکنید. ببینید، طبق اصل برنولی و یه هواپیما مثلا طبق اصل برنولیه که بلند میشه،
چرا؟ چون گفتیم که دو تا مولکول هوا وقتی که با هم میرسن به یک نقطه بال، یکی از زیر میره یکی از رو میره. اونی که داره از زیر مسافت رو طی میکنه مسافت کمتری رو داره طی میکنه، و اونی که داره از رو بال رو طی میکنه داره مسافت بیشتری رو طی میکنه. اما طبیعت به ما میگه این دوتا مولکول همزمان با هم رسیدن به ابتدای بال، همزمان با هم هم میرسن انتهای بال. پس مولکولی که از روی بال حرکت میکنه باید سرعت بیشتری داشته باشه، و مولکولی که داره از زیر بال حرکت میکنه باید سرعت کمتری داشته باشه. برنالی چی میگفت؟ میگفت تو رژیم جریان زیر سرعت صوت بد نیست بدونید دیگه، برنالی فقط زیر سرعت صوتی که برقراره، فشار و سرعت با هم رابطه عکس دارن. یعنی هر چقدر که سرعت زیادتر بشه فشار کم میشه. گفتیم مولکولی که از روی بال داره میگذره داره با سرعت بیشتر میره، پس فشار کمتر میشه، فشار زیر بال بیشتر، فشار روی بال کمتر. این باعث میشه که هواپیما بلند میشه، و همون آزمایشی که خودتون انجام میدادید، یه کاغذ فوت میکردید روش میدید اومد بالا. حالا توی ماشینای مسابقه هم دقیقاً همین اتفاق میفته. دو تا مولکول که با هم میرسن به اون ماشین، یکی از زیر ماشین میره یکی از روی ماشین میره. روی ماشین انحنای بیشتری داره، پس مسافت بیشتری داره، پس باید سرعت بیشتری داشته باشه، پس فشارش میاد پایین‌تر. اما اون مولکولی که از زیر ماشین رفته مسافت کمتری رو داره طی می‌کنه، همزمان با هم میرسن، پس سرعت کمتری داره. پس این باعث میشه که فشاری که به کف ماشین داره میاد بیش از فشاری باشه که به بالای ماشین داره میاد. خب این مگه عیب داره؟ بله. چه عیبی داره؟ این باعث میشه که سطح اصطکاک چرخ عقب ماشین با زمین کم بشه. ممکنه بگید خب باشه، این که خیلی خوبه چون اصطکاک رو میاره پایین‌تر هر چقدر سطح نفت کمتر بشه. بله، اما این باعث میشه که اگر راننده ترمز بکنه تو مسافت بیشتری هم بایسته، و سر پیچ ها که باید به سرعت ماشین رو کم بکنن و بعد دوباره دور بگیرن، اون زایده رو میذارن که علاوه بر این که سرعت داره میره بالا، این دقیقا مقطعش مقطع بال هواپیماست. اگر کسی دیده باشه یک مقطع بال هواپیماست که به صورت برعکس نصب میشه روی ماشین ها، و این باعث میشه که وقتی این نیرو بهش میخوره، اگر هواپیما بود میرفت بالا، اما حالا که داره به این بال برعکس میخوره یک نیروی رو به پایین داشته باشه، و این باعث میشه که انتهای ماشین باز به سطح زمین بچسبه تا پرفورمنس ترمز بریک رو بالاتر ببره. این میشه علم آیرودینامیک. توی هواپیما رژیم جریانی که روی باله به چه صورتی؟ من به سرعت چند برسم با توجه به این بال هواپیما رو میتونم بلند کنم با تعداد سرنشین پر و سوخت پر. اینا اون چیزایی که آیرودینامیک میگه. میگه که آقا کانفیگ هواپیما، کانفیگوریشنش باید چه شکلی باشه. کی گفت بال اینطوری بسازی؟ چرا بال مستطیلی نیست؟ چرا بال دوزنقه‌ایه؟ چرا مثلثی نیست؟ بعد از جنگنده‌ها بال مثلثیه. چرا تو مسافربری ها نیست؟ اینا همه اون چیزهاییه که اون کسی که آیرودینامیک خونده میتونه بهش جواب بده. یا اینکه اگر یک جبهه هوایی اومد و خورد به هواپیما، یه جبهه هوای مایل اومد خورد به هواپیما، این هواپیما رژیم جریان روش چه شکلی تغییر میکنه و چقدر زمان باید بگذره تا این رژیم به حالت اولش برگرده یا اون چیزی که بود دمپ بشه. اینو بهش میگن علم آیرودینامیک. آیرودینامیک از زمانی که انسان بود و به سرشی زد که چیزی رو درست بکنه که راه بره، اینم باهاش بود. یعنی فکر نکنید که مربوط به هواپیماست، نه، دو شرخه هم آیرودینامیک داره. اونایی که دارن شنا میکنن، اون لباسهای شنایی که سر همیه و تن ورزشکاراست که تو المپیک میبینید، اونم آیرودینامیکه. چرا؟ چون باید کمترین اصطکاک، باید از جنسی باشه که کمترین اصطکاک رو با مولکول آب داشته باشه، یا به عبارت بهتر این لباس روی آب سوار بشه. یا این کلاه دوچرخه سواره که من دیگه نیبردم عکسشو دیدید که انتهایش همچین چیزیه، این باعث میشه که وقتی جریان هوا از روی این کلاه عبور کرد، خودش یک فشار مضاعفی بذاره پشت دوچرخه، و دوچرخه سوار با همون نیرویی که داره وارد می‌کنه، انگار یه نفر داره خیلی نرم از پشتم حالش میاد. اینا همه اون چیزاییه که توی علم آیرودینامیک هست. یکی از موجوداتی که بسیار پیچیده است و انسان تا حالا نتونسته خیلی مدلش بکنه، خفاشه. خفاش مگه چه خاصیتی داره؟ با مطالعاتی که انجام شده، خفاش یکی از اون پرنده هاییه که اپتیموم ترین سازه رو با توجه به رژیم جریان میتونه به خودش بگیره.
یعنی چی؟ یعنی وقتی داره با رژیم مثلا 5 متر بر ثانیه حرکت میکنه یا پرواز میکنه، دقیقا شکل بالش و شکل بدنش مناسب ترین شکل برای رژیم 5 متر بر ثانیه است و کمترین مقاومت رو داشته باشه، مقاومت هوا رو داشته باشه. وقتی داره با 10 متر بر ثانیه پرواز میکنه، دقیقا اون باز اپتیموم ترینه، یعنی میتونه با توجه به رژیم جریان بال خودش رو تغییر بده و بهترین شکل رو به خودش بگیره که خب بقیه پرنده ها همچین خاصیتی رو نداره. این شد علم آیرودینامیک که گفتیم آیرودینامیک به مطالعه و بررسی جریان سیال، سیال که حالا خودتون میدونید که بهش قبلا میگفتید چاره، هر چیزی غیر از جامد ما بهش میگیم، هوا، آب، هر چیزی، کولجست و محاسبه نیروها و گشتاورهای ناشی از اون. دیگه با فراگیری این علم میتونیم جریان‌های پیچیده حول اجسام رو تحلیل بکنیم و با به دست آوردن نیروهای آیرودینامیک امکان بررسی پایداری و طراحی سازه است. حواستون باشه من یه نکته همین الان بگم، این تنجگرایشی که ما خوندیم، حالا فضاییشو بذاریم کنار که بهتون میگم، اما اینطوری نیستش که هر کدوم کار خودشون انجام بدن. دقیقاً اینها مثل چرخنده‌های دفاعی، یعنی یه نفری که آیرودینامیک بلده نمیتونه هر چیزی خاص واسه خودش بگه من یه هواپیمایی با این بال میخوام، اون طرف میتونه بگه که اصلا این مردم مسافر نیست، چون باید همچین موتوری گوش سوار بشه، بعد همچین موتوری که قرار باشه همچون آیرودینامیکی رو برآورده بکنه و اجزا بکنه همچین سازه‌ای میخواد، بعد این بلیط هواپیمای لو میشه 100 میلیون تومان واسه پرواز تهران مشهد، اینقدر که این هواپیما گرون میشه و به تبع اون تعمیر و نگهداریش هم هزینه برتر میشه. یعنی اینها به عنوان چند تا چرخ دندن که تو همان و دائم دارن به هم دیتا میدن و دیتا میگیرن و همدیگه رو دارن اصلاح میکنن. اما جدا جدا براتون معرفی میکنم و به ترتیب قدیمی تر بودنش تا بعد حالا بتونیم جمع بندی کنیم. دروس مرتبط با این علم چیه که شما میخونید؟ مکانیک سیالات، آیرودینامیک، آیرودینامیک. مکانیک سیالات دقیقاً همون چیزی که شما میخونید مکانیکیان. اما مکانیکیا یه درسی دارن به نام مکانیک سیالات دو که برای هوافضایی ها به صورت اختیاری که معمولا کسی در نمیداره، چون آیرو یک و آیرو دو خیلی بیش از اون بوده پوشش میده. توی مکانیک سیالات دو قسمت کمی از آیرو یک هست و آیرو دینامیک دو تنها درسیه که توی رشته آیرو دینامیک فقط و فقط تخصص بچه های هوافضاست و مکانیکی ها خیلی ازش چیزی نمیدونن، چون دیگه هر رژیم جریانی باشه با اینها حول هواپیما رو داره بررسی میکنه. این از رشته آیرودینامیک. رشته جلو برندگی یا پیشرانش که احتمالاً خودتون هم حدس زدید به موتور هواپیما برمیگرده، یعنی هر چیزی که داره تولید نیرو میکنه و این هواپیما رو از اون حالت سکونی که داره به حرکت در میاره. میره به مطالعه و بررسی سیستم های جلو برنده که حالا بسته به تایپ هواپیما، چه موتوری روش دسته و چه رژیم جریانی رو میخواد طی بکنه، جت، رمجت، ملخی و غیره میشه و نحوه تولید نیروی لانش در هر یک. دروس مرتبطش چیاست؟ برای پیشرانش و جلو برندگی ترمو یک، ترمو دو و سوخت و احتراق که هر سه این دروس مشترک با مکانیکی است. یعنی بچه های مکانیک شما همه اینا رو باید بگذارونید، هیچ کدوم اینها اختیاری نیست، چون میدونید که توی دانشگاه شما توی لیسانس 9 واحد اختیاری دارید. حالا اگر دانشگاه آزاد قبول بشید که ایشالله همه سرسری میگیدون اینها، کلن میگن ما همین 9 واحد رو داریم پس اونم اختیاری نیست، استادی ندادن که چیز دیگه ای به شما ارائه بده پس اونم میشه اجباری. اما اگر یه کوچولو مثلا دانشگاه آزادتون بهتر بشه یا دانشگاه سراسری بگید، میگن نه شما مثلا این 16 واحد رو داریم، ما میتونیم اینا رو ارائه بدیم تو ترمای زوجینا رو داریم شد تو ترمای ترکینا، شما باید 9 تا از اینا بگذاریم، یعنی از بین 5 درس انتخاب 3 تا رو به شما میدن. حالا یه نفر اگر سرش درد بکنه باید بره نامه نگاری بکنه و از گروه اجازه بگیری که بگه توی یه گروه دیگه درد داره و چیزی که تو چارتش نیست که خیلی بعیده باهاش موافقت بکنن. اما این دروسی که واسهتون نوشتم همش مشترکه، یعنی جزء دروس اصلیه که شما حتما باید پاس بکنید، اگه پاس نکنید فارغ التحصیل نمیشید. ترم یک، ترم دو و سوخت و احتراق. و از این جهت خیلی هوافضا و مکانیک هم نزدیک که من مکانیکی‌ها قطعا بیش از هوافضایی رو میخونن توی مبحث جلو برندگی یا پیشرانش. خب من اینجا دو تا عکس موتور رو واسهتون گذاشتم که ببینید پیشرانش باز از اون زمانی که انسان تونست موتور بسازه با
انسان بود و علم آنچنان جدیدی نیست و تقریبا میشه گفت اون علمی که میگن آخرین مراحلش رو داره طی میکنه و به اون منحنی علم رسیده که قلش رو زده، همین بحث موتور هاست. چرا؟ چون بازده اینها مثلا حدود 90% هر چند سال یک بار میتونن 1% بهش اضافه بکنن. یعنی ته تهش یه همینی هست که الان هست مثلا واسه موتور بنزینی یا موتوری که با این سوخته داره کار میکنه. شاید بعد بریم سمت موتورهایی که با یک سوخت دیگه ای کار میکنن. بنابراین این گرایش تقریبا میشه گفت اشباع شده است و گرایش روبوسی نیستش. اما نکته ای که برای این موتورها هست، یعنی طراحی این موتورها بسیار سخت. را فکر نکنید که یک مهندس هوافضا مثلا میتونه موتور طراحی بکنه. یک مهندس هوافضا که هیچ جد و آبادش هم به تنهایی نمیتونن موتور طراحی بکنه. یعنی چند تا فول پروفسور میشینن با هم، علماشون رو میذارن با هم و نکات بسیار سخت و حائز اهمیتی هستش که مثلا تو هر کدوم از این استیج ها دمای هوا به بیش از 5000 درجه سانتیگراد میرسه و وقتی داره این هوا حساب بکنید، هواپیما داره مثلا با اینطوری که حالا خودشون میگن 500 کیلومتر در ساعت 800 کیلومتر در ساعت داره حرکت میکنه، یعنی با 800 کیلومتر در ساعت داره حرکت میکنه، یعنی اون جریانی هم که داره میبینه سرعتش دقیقا همونه. میدونید دیگه یه اصلی ما داره که نمیدونم حالا خوندید یا نه، میگن شما میتونید به جای اینکه هواپیما رو بهش سرعت بدی توی یک جریان هوای ثابت عبورش بدی، تونل باد دقیقا همینه دیگه، میگه این هواپیما یا موتورش رو ثابت نگه دار، جریان رو از روش رد بکن، این دوتا با هم یکسان میشن. البته یه ذرائبی داره که اون ذرائب رو بعدا اعمال میکن. حساب بکنید یک هوایی که داره با 800 کیلومتر بر ساعت یا 500 کیلومتر بر ساعت میخوره به دهنه این موتور، همین هوا اگر بخواد بره توی محفظه احتراق، سرعت مولکول‌هاش باید صفر بشه تا احتراق کامل صورت بگیره. یعنی هیچ سرعتی نباید داشته باشد و الا اون مولکول هوا آتیش نگرفته میاد بیرون و این یعنی چی؟ یعنی مصرف سوخت بالاتر و این یعنی پرفورمنس پایین‌تر واسه اون هواپیما و هیچ کسی دیگه از این موتور استفاده نمی‌کنه چون مصرف سوختش بسیار بالاست. و حالا اجزاش اگر بخوایم توضیح بدیم که خیلی هم به ما مربوط نیست، اما خب یه اینتیکی داره که جریان هوا از اونجا وارد میشه، بعدش به کمپرسورهای قرار میگیره که حالا یه سرچم بزنید معلوم میشه بلیدا یا تیغای کمپرسور چه شکلی طراحی میشه، میاد توی کامباسشن چمبر یا همون محفظه احتراق، اونجا احتراق صورت میگیره، گاز با سرعت بسیار زیاد خارج میشه طبق اون قانون کذای نیوتون که عمل و عکس‌العمل عمل داریم، وقتی با سرعت زیاد خارج شد و رفت به سمت عقب از هواپیما میگه به سمت جلو و به این صورت نیروی پیشران تولید میشه. یه سوالی پرسیدم که what is distinct؟ کسی میدونه این چیه؟ البته این اطلاعات عمومیه دیگه، جرفتی نداره. این اصطلاحا بهش میگن ایگل آی دیگه، بهش میگن چشم آقا. روی موتور میذارن و روی دماغه بعدی از هواپیما هم میشه که کشیدن، تحقیق کردن دیدن که پرنده ها از اون میترسن، انقدر هواپیما صعود کرد اصلا این پرنده بود داستان ها رفت تو موتورش، یه اینو گذاشتن که چون پرنده ها ازش میترسن و وقتی میچرخه یه شکل خاصی داره و واقعا هم همین ها، یعنی فکر نکنید دارم باید میشکل میکنم، ایدش همینه که این شکل رو کشیدن، آرم خاصی نیست واسه شرکت خاصی نیست، همینه که عرض میکنیم بدونه و این باعث میشه که پرنده ها خیلی نزدیک موتور هواپیما و اون دماغش نشه. اونم از علم چی بود؟ جلو برندگی و پیشرانش. حالا این به این معنا نیستش که یک مهندس هوافضا توی اون گرایش جلو برندگی فقط بتونه موتور هواپیما طراحی بکنه، نه، موتور ماشین هم میتونه بهش نظری بده، چون گفتیم اون چیزهایی که دارن مکانیکی ها میخونن و این چیزهایی که دارن هوافضایی ها میخونن بسیار بسیار به هم مرتبطن و تقریبا میشه گفت توی این گرایش چیز اضافه تری بر هم ندارن مکانیکی سوخت و احتراق دو دارن که اونم به صورت اختیاریه، یعنی اینطوری نیستش که اگر اون درس پاس نکنن فارغ التحصیل نشن، میتونن یه درس دیگه یا جای اون بردارن. این دوتا گرایش رو با هم گفتیم، آیرودینامیک و پیشرانش، که جفت اینها گرایش های قدیمی بودن. کسی نمیتونه ادعا بکنه که این مختص هوافضاست، چون خیلی هاشون مکانیکی ها میخونن و شاید توی دروس دیگه ای هم بعدی جاش مشترک باشه. اما میرسیم به رشته مکانیک پرواز. از همون
جایی که اسمش مشخصه تقریبا میشه گفت تخصصی ترین گرایش این رشته، رشته مکانیک پروازه. چرا؟ چون الان یک خیلی قدیمی نیست، یعنی مکانیک پرواز از اون زمانی بشر رو درگیر خودش کرده که شیعی پرید. همه اونها وقتی که یک شیعی رو زمین هم داشت حرکت میکردن، بشر بهشون باید توجه میداشت تا بتونه یک وسیلهی با عمل کرده بالا ترید اساس. موتور ماشین هم باید مسافه سختش پایین تر باشه. اما مکانیک پرواز علمیه که تا وقتی که برادران رایت اون موافقه دامست که میدونید برادران رایت کنن 30 ثانیه 32 ثانیه پرواز کردن دیگه. این نبود که اولین پرواز از اینکه بلندشن یه جایی دیگه بشینن، کلن 30 ثانیه رو هوا بودن و از اونجا بود که به صورت کامل نمایان شد. پس نشون میده که این چقدر علم جدید تقیه نسبت به اون گرایش هایی که توضیح دادم. حالا مکانیک پرواز چیکار میکنه؟ میگه حالا من آقا یه جنسی رو ساختم، یه وسیله یه ساختم، این میخواد پرواز بکنه، چه شکلی باید رو هوا پایدار باشه؟ من چه شکلی باید این هواپیما رو کاری بکنم که آب تو دل مسافرم تکون نخواد وقتی که میخوام بشینم یا وقتی میخوام بلند شم یا وقتی میخوام اوجگیری بکنم؟ چه شکلی باید این کار بکنم؟ این چیزیه که علم مکانیک پرواز بهش جواب میده. من یه هواپیمایی ساختم، میخوام کاری بکنم که مسافت نشسته این تو کمترین حالت ممکن باشه، این میشه مکانیک پرواز. من میخوام کاری بکنم که این وسیله تو کمترین زمان ممکن یا با اشغال کردن کمترین مسافت بتونه از هواپیما از رو باند تیک آف بکنه و بلند بشه، این میشه اون چیزیه که مکانیک پرواز، یک مهندس مکانیک پرواز میتونه بهش جواب بده. و این خیلی مهمه بچه‌ها، حالا قبل از اینکه وارد این گرایش بشم، چون گرایش خودم هستم واقعا از همشون هم جذاب‌تر و هم روبوست‌تر خدمتتون عرض می‌کنم. ببینید هیچ جایی توی دنیا الان به دلیل اقتصاد که نمیشه گفت، هزینه وحشتناکی که ساخت فرودگاه می‌بره، شما نمی‌شنوید جایی بگن ما فرودگاه ساخت. نهایتش اینه که فرودگاه‌ها رو توسعه میدن، یه باند بهش اضافه میکنه. آقا این یعنی چی؟ جمعیت دنیا همینطوری داره زیاد میشه، همینطوری داره زاد و ولد شکل میگیره و شما فرودگاهی اضافه نمیکنی. این یعنی چی؟ یعنی یک منبع محدود در اختیار داری که روزانه تقاضا نسبت به این منبع محدود داره زیاد میشه. پس باید کاری بکنی که از این منابع محدودت به بهینه‌ترین حالت ممکن استفاده کنی. یعنی نمیتونی بگی من یه هواپیمایی ساختم که هر لندینگش 5 دقیقه طول میکشه. کسی ازت نمیخواد اینو، به خاطر اینه که 5 دقیقه اشغال کردن باند یعنی اینه که حداقل 3 تا هواپیمای دیگه نمیتونن بیان روی اون باندی که این هواپیما هست بشینن. نمیتونی بگی من یه هواپیمایی ساختم که وقتی که میخواد تیک آف بکنه خیلی این هواپیما امن و سیفه، اما 10 دقیقه طول میکشه تا بلند بشه. حالا مسافرها رو بذاریم کنار که دل ویدشون میاد دهنشون، اما هیچ کس اینو از شما قبول نمیکنه، به خاطر اینکه 10 دقیقه اشغال کردن باند یعنی اینی که حداقل شما 10 12 تا پرواز رو از دست میدی و نمیتونی از اون باندت به صورت بهینه استفاده بکنی. واسه همینی که مکانیک پرواز الان بسیار مورد توجه و به نسبت گرایش های دیگه هم خیلی جوون. میفرماید که به مطالعه و بررسی رفتار و حرکت جسم پرنده با استفاده از اطلاعات آیرودینامیکی هندسی و وزنی فرضه و در واقع اسم حقیقی این علم همونطور که واسهتون نوشتم اصطلاحاً به این تو دانشگاه میگن پرفورمنس یا عملکرده. بعد چیا رو بررسی میکنه؟ برد هواپیما. یه هواپیما با یک آکوپور و فول یعنی مسافر و خدمه و همه چی از اینجا اگر بلند بشه کجا میتونه بشینه؟ این میشه رنج بردش. مسافت نشست، لندینگش با همون شرایطی که گفتم تو چقدر طول میتونه بشینه؟ میدونید که ایواز 380 تو همه فرودگاه‌های دنیا نمیتونه بشینه، چون همه فرودگاه ها همچین طولی رو ندارن که این هواپیما بتونه روشون بشینه. مسافت درخواست به همین ترتیب. مداومت پروازی که خیلی مهمه، یا بهش میگن ایندورنس، که این هواپیما رو هوا چند ساعت میتونه باشه. شما با هواپیمای پوکر تهران نیویورک نمیتونی بری که حداقل 18 ساعت تو راهی. چرا؟ چون این هواپیما اصلا همچین باکی نداره که دوبار باید سوختگیری بکنه، دوبار باید بشینه و
و سوختگی انجام بده. واسه همین هیچ کس فوتوگو توی مسیر تهران تا نیویورک حتی اگر بهش مجوز پروازی هم بدن نمیپره. در صورت‌های مختلف و در صورت‌های مختلف و پایداری کنترل وسیله می‌پردازد. همه اینا تو صورت‌های مختلف. در مورد رنج من می‌خواستم این نکته بگم. می‌دونید که اساس طراحی یکی از اون نکاتی که توی طراحی ایرباس 380 بوده چیه؟ ایرباس 380 به گونه‌ای طراحی شده که هیچ دو فرودگاهی در جهان نیست که این هواپیما نتونه بره. یعنی هر دو تا فرودگاهی رو شما توی این کره زمین در نظر بگیرید، ایرباس 380 با فول مسافر و سوخت پر میتونه طی بکنه. یکی از اون نکات، یعنی میخوام بگم چقدر این مهمه، یکی از اون نکاتی که ایرباس هم خیلی داده میشه مانور میده اینه. حالا بسته به اینه که اون فرودگاه میتونه این هواپیما رو بپذیره یا نه، بهش میگن مکانیک پرواز. دوست مرتبط باهاش چیه؟ مکانیک پرواز یک، مکانیک پرواز دو، طراحی هواپیما یک و طراحی هواپیما دو. همونطور که دارید میدونید همه اینا مربوط به هواپیما و کسی نمیتونه بگه که این درس مشترکیه. مکانیک پرواز یک یک کوچولو مشترک هست با دروسی که به صورت اختیاری مکانیکی‌ها میگذرونن. یکم مثلا از مکانیک سیالات دو ممکنه قاطیش باشه، اما بقیهش مکانیک پرواز دو، طراحی هواپیمایی یک و طراحی هواپیمایی دو به هیچ عنوان هیچ کس به غیر از مهندس هوافضا علمی بهش نداره و اینها بسیار تخصصی هست. یه نکته یاد بکنم خدمتون. ببینید شما توی دانشگاه به ازای هر یک واحدی که داری 55 دقیقه یا 60 دقیقه کلاس داری، یعنی درس سه واحدی میشه 2 ساعت و 45 دقیقه، 3 تا 55 دقیقه میشه. واسه همین اگر دانشگاه سراسری قبول بشید درسای سه واحدی رو 2 روز در هفته ارائه میدن و 2 تا 1 ساعت و نیم 1 ساعت و خورده‌ای وسط اون کلاس میذارن. اما اگر دانشگاه آزاد قبول بشید به خاطر اینکه نمیخواد همچین هزینه ای انجام بده، توی 1 روز 3 ساعت باید کلاس بشینید، وسطش هم استاد یه نیم ساعت یه ساعت خودش بریک میده، یه از درس سه واحدی 1.5 واحد میمونه و شما 1.5 واحد میگذرونید. حالا حساب بکنید درس 4 واحدی چه فاجعه ایه. درس 4 واحدی توی هوافضا 3 تا از دروس شما 4 واحدی هن. یعنی چی؟ یعنی شما در هفته 4 تا 55 دقیقه باید بشینی سر کلاس، یعنی میشه 3 ساعت و 40 دقیقه هر کدوم. شما یادم نمیده مکانیک پرواز 2 8 تا 25 دقیقه میرفتیم سر کلاس، 12 و 5 دقیقه تمام میشد کلاس. مکانیک پرواز 2 4 واحدی، طراحی هواپیمای 2 4 واحدیه و آیرو 2 هم 4 واحدیه. یعنی تنها من ندیدم رشته دیگه ایو، تنها رشته ای که 3 تا درس 4 واحدی داره در مقطع لیسانس هوافضاست. مکانیک 1 دونه یا 2 تا داره، برق فکر میکنم 1 دونه درس 4 واحدی داشته باشه و اینها بسیار جذابن واسه کسی که واقعا علاقه داشته باشه و با علاقه این رشته رو انتخاب کرده باشه. و اون چیزی که وجه متمایز بین مکانیک و هوافضاست، به قطعیت میشه گفتش که علم مکانیک پروازه که فقط هوافضایی ها ازش خبر دادن و مکانیکی ها توی سیلابسشون تعریف نشده است. چند تا عکس ستون آوردم دیگه که اینا هر کدوم خودش یه دنیا حرفه. مثلا تو همین هوایی که وقتی بارونی یا برفیه، این هواپیمایی که ما خریدیم اگر طول مسافت نشستش بوده مثلا چه میدونم 1 کیلومتر 2 کیلومتر یا 3 کیلومتر، حالا اگر که هوای بارونی باشه چقدر زیاد میشه؟ میشه مکانیک پرواز طول مسافت نشست. حالا اگر سطح باند یخ زده باشه چقدر میشه؟ سطح باند برفی باشه چقدر میشه؟ اینا هر کدوم آیتم های مهمیه که اگر حالا سطح باند برفی بود این لیز میخواده یا نه، از باند خارج میشه یا نه. یه نکته یادم آمد که یه اونگه افتاده چه وقت سانحه داد هفته پیش، اما بالا ازش میگذاریم با توجه به اینکه کلاس هم داره ضبط میشه. اما همه اینا چیزیه که مکانیک پرواز یا مهندس مکانیک پرواز میتونه محاسبه بکنه. یا این هواپیمایی که در حال نشستن این پایینیه تو چه طولی میتونه بشینه، حداقل سرعتی که میتونه این هواپیما باهاش بشینه چقدره و اون هواپیمایی که داره بلند میشه چقدر طول میخواد واسه بلند شدنش. اینا اون چیزاییه که تو این گره میشه. سازه های هوافضایی
سازه‌های هوافضایی، این هوافضایی انتهاش فلکیه، یعنی بهتره که بهش بگن سازه. و بچه‌های هوافضا به شدت در سازه ضعیفن تو ایران، یعنی این ربطی نداره به اینکه تو کدوم دانشگاه درس خونده. و اینو من از کجا میگم؟ شما توی کنکور کارشناسی ارشد اگر فقط سازه رو صفر منفی نزنید، در سازه تراز خوبی میگیرید، یعنی سازه رو کسی منفی نزنه تراز خوبی میگیره. اگر کسی 10-15% بزنه که خیلی عالیه. این اطلاعات من مربوط به سال 1991 که خودم کنکور دادم و واقعا فکر می‌کنم تا الانم خیلی تغییر نکرده باشه با بچه‌ای که تازه قبول شدن دارم صحبت می‌کنم. سازه‌های هوافضایی نزدیک‌ترین گرایش به مکانیک و اونم گرایش طراحی جامد و دروسی که این پایین می‌بینید، استاتیک، دینامیک، مقاومت، مسائل ارتعاشات مکانیکی، همش جزء درس‌های اجباری رشته مکانیک و جزء درس‌های اجباری رشته هوافضا است. یعنی مقاومت مسائل، شما فقط یه مقاومت مسائل می‌خونید. مکانیکی‌ها مقاومت مسائل 1 و مقاومت مسائل 2 دارن. یعنی دو تا. شما ارتعاشات مکانیکی می‌خونید. مکانیکی‌ها ارتعاشات مکانیکی که می‌خونن یه درس اختیاری میتونن بردارن به نام ارتعاشات مکانیکی 2. استاتیک و دینامیک هم جزء دروس پایه است که جفتتون باید بخونید و خیلی تخصصی نیست. حالا سازه‌های هواپیمایی چی میگه؟ به مطالعه و بررسی سازه‌های هواپیما و دیگر وسایل پرنده می‌پردازه و هدفمون طراحی سازه‌ایه که بتونه بار ناشی از آیرودینامیک رو تحمل بکنه. بار ناشی از اون موتوری که روی بال سوابه یا روی دوم کار گذاشتنش که علاقه موتور تیل خیلی وقتی که دیگه به این نتیجه رسیدن منطقی نیست به دلیل اتفاقاتی که افتاد و توی هوای بارونی خیلی عملکرد بالایی نداره با اینها. باز اما اینی که کجای بال نصب بشه و با چه از چه متریالی روی بال استفاده بشه تا این موتور رو بتونیم نصب بکنیم، خودش برمیگرده به مهندسه سازه. یعنی مهندس سازه میگه که اگر قرار همچین بار آیرودینامیکی به بدنه هواپیما وارد بشه، اگر این موتور قراره که همچین نکش هوایی داشته باشه و وزنش اینقدر باشه، من باید از چه متریالی توی بدنه هواپیما استفاده کنم، از چه متریالی توی بال هواپیما استفاده کنم، از چه متریالی توی دوم هواپیما استفاده کنم. و اصلا منطقی هست که همچین موتوری با این وزن روی این بال سوار بشه یا نه؟ اصلا منطقی نیست و ما باید به فکر یه چیز دیگه ای باشیم. این چیزیه که مهندس سازه بهش میگه. تمام این کار رو یک مهندس مکانیک میتونه انجام بده. یعنی سازه های هوافضایی فقط به خاطر اینکه این سازه هواپیمای شده سازه های هواپیمایی، بله، یک مهندس سازه هم میتونه همین انجام بده با تحلیلی که داره، با اون نرم افزاری که بلده کار بکنه. حالا اگر یه کوچولو از هواپیما هم شناخت داشته باشه و این داستان ها، میتونه مدلش رو مدل هواپیما بذاره و اون نتایجی که گرفت رو بر مبنای همون تحلیل بکنه. یعنی کسی اگر میخواد بره هوافضا که بعدش بره سازه، اگر اون نقه بهتره، چون دقیقا همون کار توی مکانیک هم انجام میشه و اون دروسی که داره میخونه توی مکانیک پرواز این داستان ها خیلی به کارش نمیاد و تقریبا میشه گفت اطلاعات عمومیش خوبه اما یه جوگاهی وقت تلف کردنه، چون اگر میرفت مکانیک بهترم میتونست از پسش برگیاد. حالا بحث مکانیک شد و من خیلی ازش صحبت کردم توی جلسه انتخاب رشته، احتمالا من این نکته رو خدمت رو نزد بکنم آن واسه همون 20 چند نفری که تو کلاسن بگم بینید بچه ها گور نخورید. ما کلن دو تا رشته بیس تو دنیا بیشتر نداریم توی بچه های ریاضی تو دنیا ها، نمیخوام بگم این حرف من یا ایران، یکیش برقه یکیش مکانیک. هر رشته دیگه ناشی از این دوتاست، نشأت گرفته از این دو رشته است. هر جای عالم نگاه بکنید دپارتمان برق و کامپیوتر یکیه و اونی که بالاتره برق. هوافضا زیر مجموعه ای از مکانیکه، عمران زیر مجموعه ای از مکانیکه. هر رشته دیگه ای مهندسی پزشکی تلفیقی از برق و مکانیک و پزشکیه. هر رشته دیگه ای رو نگاه بکنید نمیتونید بگید خارج از این دوتاست. مطمئنن یا تلفیقی از این دوتاست یا کامل زیر مجموعه ای از این هاست. مثلا هوافضا هیچی از برق نمی کنه، کامل یک زیر مجموعه بزرگی از مکانیکه. زیر مجموعه بزرگی است اما باز از مکانیکه. یعنی اگر خواستید که انتخاب رشته
باز ذهنتون رو متمرکز بکنید، بدونید که مکانیک و برق رشته های بیس و مادر، و شما اگر توی لیسانس رو بخونید توی فوق لیسانس بسیار دستتون بازه که هر رشته ای خواستید انتخاب بکنید. چرا؟ چون شما بیس رو بلدید و رشته مادر رو، و برای پذیرش گرفتن و اپلای کردن هم این رو رشته مطمئن باشید که جای خوبی داره و خیلی از دانشگاه های معتبر و شرکت های معتبر دنبال افرادی هستن که توی رشته های بیس تحصیل کردن، چون نشونه است دیگه کسی که درک میکنه معمولا باهوش ترین افراد میره سراغ برق، به خاطر اینکه برق یک رشته بسیار پرزحمتیه. و جالب اینه که هر استاد ریاضی شما توی دانشگاه ببینید، از گروه ریاضی هم اگر انتخاب شده باشه ببینید که این برق بچه های برق توی کنترل و توی ریاضیات بسیار قوی هستند به واسطه اون درسایی که دادن. من واقعا دیده اصلا دنیایی خیلی خوب بودم. حالا این یه پرانتز کوچیک بود که حرف از مکانیک شده گفتم بهتون بگم. سازه های هوافضایی که همون چیزی که شما الان دارید اینجا میبینید، که هر کدوم از این اجزا چه باشد تا بتوند نیروهایی که بهش تحمیل میشه رو تحمل بکنه و به چه صورتی، یعنی از چه مسئله استفاده بشه و به چه شکلی باشه. اینو یک مهندس سازه گوش نظر بوده. در مورد مهندسی فضایی که نهی بودم، ببینید مهندسی فضایی به دلیل اینکه خب فضای در انسان خیلی ازش اطلاعاتی نداره نسبت به علمای دیگه‌ای که گفتم بهتون و گرایش‌های دیگه‌ای که خدمتتون عرض کردم، و بعد خیلی هزینه برم هست. یعنی شما یه هواپیمایی می‌سازی، بالاخره یه تونل بادی داری که می‌تونی توش بذاری و ازش نتیجه بگیری و نتیجه‌تو تحلیل بکنی. یه دو چرخه که می‌سازی به همین ترتیب. به نهایتش اینه که هواپیما رو می‌تونی رو هوا پرواز بدی. همه اینا هزینه است، اما یه هزینه معقولیه بالاخره دیگه. اما فضاپیما چیزی نمیتونه بگی که من حالا اینا ساختم شوتش بکنم بره فضا و ببینم اونجا چی میشه. بهاتن دیگه بسیار هزینه داره. فکر میکنم البته نمیدونم آورده بودم واسهتون میگم نه. مهندسی فضایی و مهندسی فضایی ها به رفتتون میگشتیم. مهندسی فضایی چیه؟ دو بار کلیک کردم، دو دسته کردم. به مطالعه و بررسی شرایط محیطی و پروازی وسایل پرنده خارج از جو یا همون اتمسفر زمین می‌پردازه، که دروس مرتبطش هم توی لیسانس فقط شما یک درس دارید که اونم این درس به صورت اختیاریه. یعنی خود من این درس رو نگذروندم توی لیسانس چون بهش هیچ علاقه ای نداشتم. مکانیک مدارهای فضایی که خیلی از دانشگاه‌ها به دلیل اینکه استاد ندادن اصلا اینو ارائه نمیدن، یعنی جز اون دروسی که به دانشجو میگن میتونی از اینو انتخاب بکنی اصلا این نیست. یه درس دیگه ای هستش که استاد بدن من میتونه ارائه بدن که میشه مکانیک مدارهای فضایی، که همونطور هم که عرض کردم خدمتتون به صورت درس اختیاری و کسی میتونه اینو نگذرونه و مهندس بشه و لیسانس بگیره. پیش نیازها، خب روحیه جنگندگی میخواد واقعا، یعنی این رشته رشته ساده ای نیست. ریاضیات، فیزیک و تجزیه تحلیل بسیار بالایی میخواد، یعنی اگر کسی از فیزیک بعدش میاد اصلا نباید بره هوافضا و انتخاب بسیار اشتباهیه. و ریاضیاتش هم همینطور، به خاطر اون فیزیکی که باید ازش استفاده بکنید ریاضیاتش هم ریاضیات پیچیده. بازار کارش کجاست؟ توی ایران شرکت های دولتی هم بیشتر مثل سایگان، سپاه، ارتش، صنایع دفاع و این داستانا که کار تو هر کدومشون شرایط منحصر به فرد خودشونو داره. و شرکت های نیمه خصوصی هم هستن مثل مفنا و حالا شرکت های دیگه ای که توی سالهای اخیر نمیشه بگیم اینا باز خصوصی هستن، اما خب به هر حال شرکت هایی هستن که خیلی از اون تعهداتی که شرکت های دولتی دارن ندارن، اما 100% هم خصوصی نیستن. و شما اگر بخواید تو حوزه خودتون فعالیتی داشته باشید باید کارمند بشید. حالا میتونید یه کارمند رده بالا بشید، دارید برید توی دفتر طراحی شرکتی، اما بالاخره باز کارمندید دیگه. اینه که بخواید یه شرکت واسه خودتون تأسیس بکنید کار بسیار هزینه بریه و باید ببینید اصلا به چه هدفی دارید این کار انجام میدید، چون شما که نمیتونید توی ایران چون مهندس هوافضا شدی بوئینگ رو بندازی.
نمیدونم نمیتونی ایران خودرو را بندازی که مثلا ماشین تولید بکنی، که حالا ممکنه بگی من میخوام قطعه بسازم، بله میشه قطعه ساخت با این علم و واسه خودت کار بکنی، اما اینی که بخوای چون ببینید ته این علم میشه یک طراح، تمام این چیزایی که بهتون گفتم تهش اینه که شما یک طراح خیلی خوب بشی و طراح خوب نمیتونه واسه خودش کار بکنه، به خاطر اینکه خب شما طراحی کردی باید ساخته بشه دیگه، و این ساخته شد باید عرضه بشه دیگه، همه این کار رو اگر بخوای خودت بکنی که هزینه‌اش بسیار بالاست و چه جامعه یه هدفی رو می‌بینی و چه مجوزی رو باید بگیری که اون وسیله‌ای که ساختی حالا بهت مجوز میدن واسه پروازی ها هر چیزی یا نه. مشکلات در ادامه تحصیل با مهندسی هوافضا مخصوصا توی این شرایطی که الان کشور بهش دچار هست هیچ کسی نمیتونه پذیرش بگیره از اون، یعنی کسی دیگه نمیتونه بگه من هوافضا خوندم بعد بیام اونجا هوافضا ادامه بدم. ممکنه با شما موافقت بکنن، یکی از رفیقای خود من که رفت اونجا و این کارو انجام داد، اما به سرعت رشتهشو برگردون و به مکانیک تبدیل کرد و مکانیک خوند، با اینی که لیسانس فوق لیسانس هم دانشگاه شریف قبول شدم، اون دانشگاه تهران قبول شد و اپلای کرد و رفت. بعد از اینکه فوقش رو گرفت سربازی هم خب قبلا رفته بود و الان 5 سال دیگه فکر می‌کنم کاناداست و اونجا داره درس می‌خونه، اما به سرعت عوض کرد و هم فوق لیسانسش رو که تهران گرفته بود مکانیک گرفت و الان دانشجوی دکترای همونجاست. و یه چیزی تو پرانتز بهتون بگم، ما حتی هر مقاله علمی، حالا علم چیزیه که میگن به سیاست ربطی نداره و برای گسترشش آدم باید بی‌طرف باشه، اما هر مقاله علمی که هوافضایی باشه یا ریجکت میشه یا انقدر جواب تو رو نمیدن. حالا شما همتون اهل علم میدونید داستانا دیگه، میدونید وقتی شما یک چیزی میفرستید، یک مقاله میفرستید تا اکسپتنسش بیاد، تا اصلا جواب اولیه بدن شما اینو خوندین این چیزا رو اصلاح بکن، بین 6 تا 8 ماه زمان، بین 6 تا 8 ماه و بعد میگن اینا رو اصلاح بکن، جواب میدی یا اصلاح میکنی برمیگردونی، باز اون 3 4 ماه زمان میبره و یه دانشجوی دکترا باید 2 تا مقاله بده، 2 تا از این مقاله ها باید بده تا بدون دفاع بکنه، یه مده نمیتونه دفاع بکنه. و نکتهش اینجاست که الان بچهای هوافضا هر چیزی که میفرستن یا ریجکت میشه و خدا نکنه که ریجکت بشه، یعنی بعد اینو میفهمن که شما یه مقاله ای فرستادی واسه فلان جورنال و اون قبول نکرده و ریجکتت کرده، بعدا اصلا سطح تو خیلی میاد پایین و بقیه یا ازت قبول نمیکنن یا به سختی قبول میکنن. و جالبیش اینجاست که هر مقاله هوافضایی که داره ارسال میشه به سختی دارن قبول میکنن، مگه اینکه استادی استاد خیلی خفنی باشه یا دانشگاه خیلی بیشناخته شده باشه و خیلی سرشناس باشه اون استادی که داری ازش استفاده میکنی واسه اینکه این مقاله تحت نظر اون بوده و میفرستی، ولی اگر یک چیز معمولی باشه احتمال داره که خیلی زود ریجکت بشی یا اصلا جوابت رو ندن. این واسه مشکلات در ادامه تحصیلش. آخری هم که با تشکر از بذل توجه شما، اگر سوالی هست بنده در خدمتم. سعی کردم خلاصه و تون بگم که خیلی وقتتون گرفته نشه، سوالی اگر هست بفرمایید. حالا میتونید بگید، لازم نیست تایپ کنید. درآمد این رشته به چه نحویه؟ گفتم دیگه، حالا این کارمندیه، باز شما میتونید به یک ساعت بالایی بگید اما باید بالاخره ببینید 99% حالا اینی که شما ممکنه که یه فردی بشید که خودتون کار آفرین و نمونه بشید این داستان ها رو من نمیدونم، اما اون چیزی که به بالشه اینی که در نهایت این پشته به جایی ختم میشه که شما واسه یه شرکتی کار میکنید به همه اون دلایلی که خدمتون هست دارم. حالا اگر توی دفتر طراحی بگید خیلی پول به شما میدن و خیلی خوبم پول میگیرید، اما یه سری آزادی های دیگه ای ازتون سلب میشه، یعنی کسی که توی دفتر طراحی رفته باشه و بخواد هواپیما طراحی بکنه نمیتونه پاسپورت داشته باشه دیگه، اینا به شما میده.
یعنی اگر به اطلاعات محرمانه دسترسی داشته باشه که باید دسترسی داشته باشه واسه اون هدفی که میخواد انجام بده، پاسپورت نمیتونه داشته باشه، سفر خارجی حتی چند سال بعد از بازنشستگیش نمیتونه بره. و خب حالا نکاتی که احتمالا خودتون حدس میزنید که ادامش چیه. نکته دیگه اگر سوالی هست من در خدمتم، اگر نه که شما رو به خدای بزرگ بسپارم. آی ستر میگن معمولا شما سیاد سوال بپرسید، شما سوال نداریم استاد دیگه. با این مشکلاتی که گفتیم فکر نکنم خیلی تلفوندم کلا دیگه. بله اما خوب شد مشکلات اون آخر گفتم. نه از قبل در جریانش بودم و فکر کنم حالا اگه علاقه داشته باشیم بشه از مکانیک. بله اومدم تا این رشته. بله رشته دلیه. بله موشک چی؟ خب مراقب خودتون باشید بچه ها. آقای مجلس من ببندم دیگه، نمیدونم حالا ایشون صدای ما رو میشنوه یا نه. خب من کلاس رو میبندم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.